درود به همه شما همراهان خوب کانال روزنامه ورزش، خیلی خوش اومدید. ماجرای بیرانوند تموم بشا نیست. سخنان زنوزی مطلق مالک باشگاه تراکتور تبریز درباره پرونده بیرانوند رو براتون میگم. وقتی رأی صادر شده رو مطالعه میکنم متاسف میشم. برخی از مجریان صدا و سیما آقایانی که در رسانه‌ها جرح سازی میکنن که این رأی به نفع بیرانوند بدونن که چنین نیست و رأی صادر شده به ضرر بیرانوند. رأی صادر شده برای پرونده بیرانوند کاملا اشتباهه. کلیه مطالبات بیرانوند باید در سال اول، دوم و سوم پرداخت میشد. نباید علیه بیرانوند حکم صادر میکردن. شما تحمل اون رو ندارید که یک رئیس جمهور از منطقه ما اومده و میدونید که در انقلاب و جبهه بوده و نمیتونید به او وصله بچسبونید. اکنون این انگ رو میزنید که رئیس جمهور در پرونده بیرانوند دخالت کرده. ما مثل شما نیستیم. اگه بنابر دخالت رئیس جمهور بود، قطعا از معاون حقوقیشون درخواست میکرد که پرونده رو بررسی کنه و قطعا مشخص میشد که حق با بیرانونده. زنوزی به قهرمانی های پرسپولیس یک کنایه هم انداخت و گفت که مگه گفتیم چرا چندین وزیر در گذشته برای انتخاب تیم قهرمان در کار فدراسیون فوتبال دخالت میکرد؟ نگاه کنید در دولت‌های قبلی وزرا و دیگر مسئولان چقدر از تیم‌های شما حمایت کردند. تراکتور پرهوادارترین تیم ایرانه، چرا نمی‌خواید قبول کنید و مقاومت می‌کنید؟ در آخر هم گفته که تجزیه طلب جد و آبادتونه. طبق ادعای فارس، در صورتی که علیرضا بیرانوند نتونه ادعاش رو درباره رشوه به مدیران پرسپولیس ثابت کنه، فدراسیون فوتبال محرومیت او رو به حالت قطعی تغییر میده و مدت زمان محرومیتش هم بیشتر میشه. احتمال داره علیرضا بیرانوند در اقدامی جنجالی بعد از اردوی تیم ملی، فیلمی که از مدیران پرسپولیس داره رو در اختیار دادگاه قرار بده. خبرگزاری قوه قضاییه گفته که احتمال زندانی شدن بیرانوند هم وجود داره. به نقل از خبرگزاری قوه قضاییه، احتمال اینکه حکم صادر شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال نقض و شکسته بشه بسیار بالاست و به نظر میرسه باید شاهد محرومیت 4 ماهه قطعی بیرانوند در این پرونده باشیم. اما موضوع عجیبتر پرونده جدیدیه که این دروازه‌بان با صحبت‌های نسنجیده و نابجاش بابت پرداخت شیرینی 5 میلیاردی به هیئت مدیره پرسپولیس برای خودش باز کرده و اونطور که این وکیل دادگستری عنوان کرده، ممکنه حتی منجر به صدور حکم زندان برای این دروازه‌بان ملی پوش بشه. یه سوال دارم از شخص دکتر پزشکیان، سوال دارم از جناب آقای رئیس جمهور، سوال دارم آقای رئیس جمهور، آیا شما در پرونده علیرضا بیرانوند ورود کردید؟ آیا دخالت کردید؟ این شایعات هست دیگه، وقتی زمان بر میشه دقیقه این حرف حدیثا پیش میاد. اگر واقعا دخالت نکردید خب اعلام کنید. بها سخنگوی دولت بیاد اعلام کنه که به هیچ عنوان رئیس دولت، رئیس جمهور، دکتر پزشکیان هیچ دخالتی در پرونده علیرضا بیرانوند نداشته که این حکم یهو اینجوری بشه. آیا واقعا یهو اینجوری شده؟ چرا یهو اینجوری شده؟ کی ورود کرده که اینجوری شده؟ آیا حرفای زنوزی باعث شده که این اتفاق بیفته؟ زنوزی گفت اگر حکم صادر بشه من این میکنم اون میکنم، من غیر از اینه، من تهدید نکرده بودن. آیا به خاطر حرفای آقای زنوزی این حرفا رو و اون حکمتون رو که ما شنیده بودیم که حکم قطعیه دیگه، ما شنیده بودیم دیگه، ما که نیده بودیم حکم، فقط شنیده بودیم که 4 ماه دیگه، درسته 4 ماه محرومیت و 20 میلیارد اینا رو شنیده بودیم، اما یه هایی شد 20 میلیارد و 19 میلیارد خورده ای و 4 ماه تعلیقی خیلی بامزه است. اعلام ورزشگاه میزبان بازی ایران و قطر. با اعلام AFC دیدار ایران و قطر از ساعت 19:30 روز سه‌شنبه 24 مهر در ورزشگاه راشد شهر دبی برگزار میشه. ورزشگاه راشد خانه تیم شباب الاهلی اماراته که سعید عزت‌اللهی و سردار آزمون رو در اختیار داره. دیدار ایران و قطر ابتدا قرار بود در ورزشگاه امام رضا علیه السلام مشهد برگزار بشه، ولی با تصمیم AFC به کشور سالس انتقال پیدا کرد. مدیر روابط عمومی استقلال در آخرین مصاحبهش گفته که سفارت فرانسه از گائل کاکوتا درخواست کرد ایران رو ترک کنه، ولی باشگاه استقلال با این بازیکن صحبت کرد و او قبول کرد در ایران بمونه. کلاً یکی از دلایل اصلی که مربیای مطرح جواب رد به استقلال میدن همین داستان جنگ بوده. خیلی طبیعیه که از اومدن به ایران بترسن. همین تازگی ها راجر اشمیت مربی آلمانی مطرح سابق بنفیکا و بایر لورکوزن پیشنهاد 1.3 میلیون دلاری باشگاه استقلال رو رد کرده. قبل از این مربی 4 گزینه مطرح پیشنهاد استقلال رو رد کرده بودن. دورانی که پرسپولیس هم دنبال مربی و مهاجم بود با این مشکل مواجه شده بود. فرشید سمیعی مدیرعامل استقلال در همین مورد گفت که متاسفانه به گزینه‌های خارجی استقلال ایمیل می‌زنن که ایران نیایید، امن نیست. به همسر لوگن هم ایمیل زدن. با همین شرایط هم بهترین مربی خارجی رو میاریم و سراغ سرمربی ایرانی نمیریم. نور محمدی مربی امید استقلال گفته که آقای رئیس هیئت مدیره اینجا سبوباتری نیست، استقلاله. توی 20 سال پیش خوابیدی؟ آقای سمیعی همه رو سر کار گذاشته. بازیکنت غذا برای خوردن نداره و دنبال مربی خارجی هستی؟
هادی جوپان در کنفرانس خبری مستر اولمپیا گفت که امسال مثل یک کبیر هستم. شمارم یکه. ایشون توی مصاحبه گفت امسال ورژن وحشتناکی از هادی چوپان رو خواهید دید. بعد از فراخوان داوران برای مسابقه ورزشکاران دسته اوپن، نفرات برتر جدا شدن و همونطور که انتظار می‌رفت، هادی، درک و سامسون در فراخوان نهایی مرحله مقدماتی با هم رقابت کردند. عضلات پشت هادی چوپان که سال گذشته یکی از نقاط ضعف اون نسبت به درک لانسفورد عنوان شده بود، امسال پیشرفت چشمگیری داشته. حدس قهرمان مستر المپیای 2024 از هر زمان دیگه سخت‌تر به نظر میاد و باید منتظر موند و دید چه اتفاقاتی در فینال که بامداد یک شنبه است رخ میده. سامون که سال گذشته سوم شده بود الان مورد توجه داورا قرار گرفته و اونم مدعی قهرمانی و رقیب اصلی هادی چوپان به حساب میاد. رسانه رسمی باشگاه فولاد خوزستان برای دروازه‌بان ازبکستانیش پوستری منتشر کرد و از عملکرد این دروازه‌بان مقابل تیم ملی کشورمون تقدیر کرد. گفته میشه انتشار پوستر تمجیدآمیز فولادی‌ها از یوسفوف سنگربان ازبکستانی این تیم برابر ایران باعث اخراج یک کارمند از باشگاه شده و پوستر رو هم حذف کردن. امیدواریم که اینطور نباشه. دقیقاً همه جای دنیا رسمه که باشگاه‌ها از عملکرد خوب ستاره‌هاشون در مسابقات ملی به همین شکل تمجید می‌کنن. بازی هم که تموم شده بود و ایران هم بازنده از زمین بیرون نیومد، مشکل چیه؟ فکر می‌کنید اگه یک روز ایران و ایتالیا با هم بازی کنن و تارمی به ایتالیا گل بزنه، باشگاه اینتر قهر می‌کنه و به او فوش میده؟ مصطفی آجرلو شدیداً به دنبال بازگشت به استقلال و چندین جلسه با پیشکسوتان استقلال داشته تا کادر مدیریتیش رو انتخاب کنه. برگزاری آخرین تمرین تیم ملی پیش از سفر به امارات. بر اساس برنامه‌ریزی کادر فنی، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار برابر ازبکستان در دو گروه تمریناتشون رو شروع کردن. گروه نخست بازیکنانی بودند که از ابتدا در دیدار مقابل ازبکستان برای تیم ملی به میدون رفتن که این بازیکنان با حضور در سالن بدنسازی تمرین ریکاوریشون رو پشت سر گذاشتن. گروه دوم هم بازیکنان رو تشکیل میدادن که یا به عنوان بازیکن جانشین وارد میدون شدن یا فرصت بازی برابر ازبکستان رو پیدا نکردن. این بازیکنان با حضور حمید قلعه‌نویی تمرین پرفشار تاکتیکی رو پشت سر گذاشتن. امید آلیشا در بخشی از تمرینات گروهی شرکت کرد و سپس زیر نظر کادر پزشکی برنامه‌های اختصاصیش رو دنبال کرد. ملی‌پوشان کماکان غایبان تمرینات هستند، به اضافه کارلوس گاریدو سرمربی تیم که در روزهای آتی به تمرینات تیم اضافه میشه. چرا فرهاد مجیدی سرمربیگری استقلال رو قبول نمی‌کنه؟ فرهاد مجیدی از تیم اتحاد کلبا اخراج شده و با توجه به قرارداد 1.3 میلیون دلاریش با این تیم، حالا فرهاد در حال گرفتن غرامته و محال قید این رقم رو بزنه. مجیدی تنها به همین دلیل به استقلال پاسخ منفی داد. اما نکته اینجاست که مجیدی میتونه از آذر ماه به بعد تیم جدیدش رو انتخاب کنه و غرامتش رو هم از اتحاد کلبا بگیره. پس ایجنت های اطراف او سعی میکنن که گزینه های مطرح رو از استقلال دور کنن و تا اون تاریخ مانع ثبت قرارداد استقلال با گزینه مطرحی بشن تا پس از اون زمینه حضور مجیدی در استقلال فراهم بشه. محرم نویدکیا از هدایت مثل رفسنجان کنارگیری کرد. نویدکیا بعد از شکست مقابل شمس‌وزر گفته بود که فردا یه جلسه خیلی خوب داریم تا یک تصمیم بزرگ بگیریم تا تیم ضرر نکنه و مسیرمون رو خیلی بهتر ادامه بدیم. حالا به نظر میرسه او تصمیم نهاییشو گرفته و از تیم رفسنجانی جدا شده. مثل در این فصل نتایج قابل اعتنایی نگرفته و با 5 امتیاز از 6 بازی در رتبه 14ام جدول رده‌بندی حضور داره. از امیرحسین پیروانی به عنوان جانشین موقت محرم نام برده شده. جالبتر این که از علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی اصلی اسم بردن. روزبه چشمی بازی استقلال مقابل النصر را از دست میده. چشمی که در بازی مقابل اسد قطر دچار آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا شده بود، هنوز به شرایط بازی کردن نرسیده و نمیتونه آبی پوشان رو در دیدار حساس برابر النصر عربستان همراهی کنه. طبق ادعای فوتبال 360، مدیران استقلال در حال بررسی شرایط برای همکاری با پاکو خمز مربی فصل گذشته تراکتور هستند. احتمال توافق بین طرفین کمه. اما این خبر شاید براتون عجیب ترین خبر امروز باشه. من به این خبری که بهتون میگم ورزش سه هست، اما از یکی از منابع نزدیک به استقلال همینو شنیدیم. یکی از مدیرای استقلال سعی داره با برانکو مذاکره کنه که اونو به استقلال بیاره. بعد از نتایج ضعیفی که برانکو با چین به دست آورد، این مدیر استقلال امیدوار بود برانکو برکنار بشه و با اون راحت‌تر مذاکره کنه، که هنوز برانکو از هدایت چین برکنار نشده. همونطور که میدونین برانکو پایه‌گذار دوران طلایی پرسپولیس بوده. قصد داره با آوردن برانکو به استقلال دوران جدیدی رو در این باشگاه پرهوادار به وجود بیاره. اما شاید این مدیر این موضوع رو در نظر نگرفته که برانکو الان 70 ساله است. شاید براشون آسون نباشه که هدایتی باشگاه پرهوادار رو به عهده بگیره. مخصوصا باشگاهی مثل استقلال که رقیب اصلی و همیشگی پرسپولیس بوده و جو متفاوتی داره. حالا باید ببینیم این مدیر استقلال میتونه برانکو رو به استقلال بیاره و دربی بعدی برانکو رو مقابل پرسپولیس ببینیم یا نه. همیشه اینجور انتقالها باعث جذاب شدن و حساس‌تر شدن فوتبال شده. من به حرف
آقا جواد به حرف مدیریت باشگاه اعتماد کردم، خودشون تو سایت باشگاه زدن که تا 10 روز دیگه تو رو وارد لیست میکنین، ولی خب نمیدونستم انقدر دیگه واضح میان به آدم دروغ میگن، رکب میزنن به آدم. به یک باره شما بازیکن اصلی تو بذاری کنار بدون هیچ دلیلی. کسی بهت زنگ زد تو این دوران؟ رفتم پیش آقا جواد سر تمرین، گفت آقا تو بازیکن اصلی منی و من این کارو با شما نکردم، مدیریت باشگاه این کار. شما من پیش با هم گفتم شما نفر اول باشگاهی، بدون اجازه شما که کسی نمیتونه منو از لیست بازیکن اصلی تو از لیست در بیاری. حالا این اتفاق افتاد، گفت آقا اگه مشکلی نداری همین امشب برو قراردادو ثبت کن. بعد من رفتم خونه گفتم خب امشب زنگ میزنم برم ثبت کنم، هنوز منتظر زنگشونم. بلایی که سر من آورده انشالله که سر کسی نیارم. باشگاه استقلال باید پاسخگو باشه یا نه؟ پیگیریش میکنی یا نه؟ اینجوری بگم قراردادم غیرقانونی فسخ کردم، منو شکایت کنم باید پولمو بدن، فکر کنم یکی دو تا پنجره نقل و انتقالاتی هم محروم بشن. نه پیگیریش میکنی؟ ببین کار اشتباهی کردم باید تاوان پس بدن. ادعای باشگاه پرسپولیس اورونوف رو مجبور کردن که مقابل ایران بازی کنه. باستون اورونوف وینگر پرسپولیس در بازی مقابل ایران از دقیقه 70 به بازی اومد. دکتر فرید زرینه در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس در این خصوص اظهار کرد که باستون اورونوف که در هنگام گرم کردن پیش از بازی با مصدومیت مواجه شد، شکی نیست که در مصدومیت به سر میبره. شما میدونید که قطعا بازیکن تحت امر و دستور سرمربی، کادر فنی و کادر پزشکی تیمه و مجبوره که هر دستوری رو اطاعت کنه. بنده به عنوان یک طرفدار با سابقه و قدیمی پرسپولیس فکر می‌کنم که ما باید احترام این بازیکن ملی پوش رو حفظ کنیم و بپذیریم که ایشون دلش با پرسپولیسه و حمایتش کنیم و قبول کنیم که این چیزی بوده که سرمربی از ایشون خواسته و قاعدتاً سرمربی از ایشون خواسته که به میدون بره. تاریخ سازی زنان ایران، خاتون بم برابر کالج اسکالرز تایلند 2-1 پیروز شد و با 4 امتیاز بالاتر از نماینده فیلیپین به جمع 8 تیم برتر آسیا صعود کرد. خاتون بم با این گل زهرا به جمع 8 تیم برتر راه پیدا کرد، به امید روزی که فوتبال زنان جام آسیایی رو بالای سر ببرن. استقلال تونست در بازی دوستانه با 3 گل چادر ملو رو شکست بده. برای استقلال امیرعلی صادقی، رضاییان و رمضانی گل زنی کردن. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید و زنگوله رو هم فعال کنید. نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید و اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. دمتون گرم، خدا نگهدار.